دا یمګه دا شعر واوري دا یمګه دا اختر واوري کلمګه نن وس نکیږي سکرب دادی پوری په تاسو باندې دا تاسو په پورو لسیه مې وخت براسي دې هر یو ماشوم انتخاب له تاسو څخه خو به نام خداوند یک تو بنیاز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود نثار تمامی عزیزانی که ما رو بیننده هستند و همه اکنون ما را تماشا میکنن و در هر کجای دنیا که زندگی میکنین آرزوی صحتمندی سلامتی بر تمام شما تمنا دارم. هموطنان عزیز، باز حضور شما آمدم، خدمت شما حضور پیدا کردم، ظهور نوری هستم و قسمی که شما در برنامه تماشا میکنین و در بکگراند تماشا میکنین یک سلسله آمادگی ها و یک سلسله گپ هایی که شما میشنوین این به مناسبت این است که ما چندین برنامه دیگه همچنان داشتیم به دلیل اینکه در فلسطین بسیار یک وضعیت بد هست. اسرائیل و کشورهای غربی و کسایی که به ضد اسلام هستند همیشه کوشش کردن که مسلمان ها را همین قسم ضربه بزنند و همین قسم قتل و کشتار حیوان صفتانه بگویم دارند و فعلا بسیار یک وضعیت بد مردم مجاهدین فلسطین به سر میبرند. خداوند انشالله که یاریشان میکنند که در مقابل کفار بیستند و دفاع بکنند از نوامیس ملی کشور خود و از تمام جهانیان و از مسلمانان. خصوصا خواهش من اینمی است که بیاین یک رای حل سیاسی پیدا بکنند بر خاطر حل این مزله. خب هموطنان عزیز، این قسمی که براتون گفتم چند قبل همچنان یک تجمع مردم تظاهرات به خاطر حمایت از مردم فلسطین برگزار شده بود و امروز دقیقاً به ادامه همان گزارشات ما در تپه وزیر اکبر خان قرار دارم و باز همچنان تجمع مردمی به خاطر حمایت مردم فلسطین برگزار شده و آمادگی ها رو میبینید که مردم از هر نقطه کابل و فکر میکنم از ولایت های همجوار ما همچنان اینجا تشریف آوردن، خصوصا مجاهدین صاحبه تمامشان اینجا هستند به خاطر حمایت از مردم فلسطین. و بعضی تصاویر شما میشه که در تصویر هم ببینین که فکر میکنم عکس وزیر دفاع از خوب هستن انشالله. خوب خستی بودن سر از این دیگه خود جنایتکار یک وحشی از جنایتکار است. مدیدم بسیار از صدق دل در ریش امروی پای چند دانه کوبیدی، گفتم باشه گان صحبت هم داشته باشه. اول یک معرفی بکن بعد از اون میپردازی. بسم الله الرحمن الرحیم، توریاله هستم، باشه نیم نای دهان. ناهی دهان. خب قسمی که به دوستا و به همه گی در تصویر مشاهده میکنن تجمع مردم است به خاطر الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. به خاطر حمایت مردم فلسطین خودت به چی نظر هستی؟ به چی نتیجه میرسین؟ یعنی این گونه تجمعات مردمی که چندین بار از در کابل برگزار میشه آیا نتیجه بخش بوده میتونه؟ نتیجه بخش تا جایی از بسیار کم نگه. ما چند وقت پیش هم میجه تظاهرات به حمایت از فلسطین، تظاهرات دنال بشار دیگه باید چیزی نمیشه دیگه، باید یعنی حکومت های اسلامی که حکام اسلامی باید دیگه جوابش جواب بتن دیگه. همین نفر را که به صورتش پای تمام این نخست وزیر اسرائیل از خبیثه، وزیر اسرائیل است. خب چقدر وقت میشه می آدم میشناسی؟ این آدم از وقتی که جنگ فلسطین شروع شد چقدر ظالم است، بیخی چهره امو کثیفش، حتی من خودم هم نفرت دارم که طرفش ببینم و عکسش هموطنای ما در روی زمین در تپه وزیر اکبر خان انداختن و هر کسی که گذر میکنن و میآیند به صورتش یک بار پای خودم میمانن و گذر میکنن. چی پیام داری؟ با کدام شعار خودت حمایت میکنی مردم فلسطین که فعلا بسیار به یک وضعیت بد قرار دارن؟ پیام ما اول به کشورهای اسلامی است که بسیار ظلم و جنایت و وحشیگری اسرائیل بالای فلسطین روان است. هیچ حقوق بشری وجود ندارد.
دیگه تمام سازمان های حقوق بشری بشری هم که هست مربوط به خود امریکا است. حتی ما در حدیث آیت هم خواندیم که یار خودت خواست ساخته خودت یک کسیف هست. دیگه از حکومت های اسلامی ما خواهش ما اینمیست که در برابر در کنار مردم فلسطین استا شوند. از امارات اسلامی گرفته تمام کشورهای اسلامی تمام امکانات اختیارات هر چیزی که بگیرم دارند. ولی او را متاسفانه امروز به اینمی تو روز باید او به درد بخوره. چی کنه میشوره باید بیت المقدس که هست اولین قبله ما مسلمان هست امروز اشغال کفار است. در زمان صلاح الدین ایوبی از پرسان کردند که چرا تو نمیخندی؟ صلاح الدین ایوبی در جواب گفت تا زمانی که بیت المقدس در اشغال کفار باشه خنده برا من آرام است. ولی نال او را ببین به لطف خداوند به کمک یاری خداوند فتح کرد. پیره اول حضرت عمر رضی الله عنه پیره دومی این دفعه باید ما مسلمان ها باید ایره فتح کنیم به یاری الله یک دست شوان ها تا چه وقت ظلم این عزیز چیز افتاد چل سال سر خودتا به همی منظور آمدین اشتراک کردین؟ بله همی خود او دفعه دیگه ما آمدیم حالا ما گفتن تظاهرات از این میریم اشتراک میکنیم. بخیر باشیم. تشکر. سلام. خب هموطنان عزیز بیرق کشور امریکا را همچنان زیر پا انداختن و پاره میکنن و لغت میکنن و تمام جوانای افهمه خواهیم کمک دارد تمام جوانان وطن همچنان اینجا با احساسه و احساسه بیروبارشان زیادتر شده میرن. همچنان مجاهدین صاحبایی که اینجا هستن اگر مشکل نداشتن همراه از نان صحبت ها را میداشته باشیم اما در قدم به قدم بعد از او باز شما را دعوت میکنیم یک چند تک تصویر هم ببینین. بعضی آجی صاحبا همچنان اینجا هستن بیاین اما تر ما شما یک ذره پیشتر برین. بیرق اسرائیل هم هست عکس میگیرن باش که ما هم امراش صحبت ها رو داشته باشم. اجازه است سلام برسم. شما گپ نمیزنین؟ نه این میزنید. خب نماینده تانی هست. خیلی باش اینام باش شما باشین صحبت میکنین خوب هستید؟ بله خوب هستید بخیر هستید خوب هست. قربانتان سلامت باشین. یک معرفی بکنید به هموطن. نام میلاد پشتو گپ بزنم داری؟ مشکل نیست هر کدوم شما. نام ما میلاد است از ولایت میدان وردگ است محصل در بانتون پلی تکنیک کابل است. خانه همونجا است یا اینجا؟ نه خانه وردگ است. وردگ است. خب شما؟ من احمد زیار وردگ ولایت سیدیم که وردگ کجا زندگی میکنین؟ آه. خب اینجا مسافر هستین؟ آه مسافر هستم. شما؟ من وردگ هستم. من از وردگ آمدم. به خاطر درس خواندن آمدین؟ نه در پانتونی پلی تکنیک کابل درس میخونم. وقتی خبر شد که یک تجمع مردمی است که همگی صدا بلند میکنن به خاطر پشتیبانی فلسطین آمدین حضور پیدا کردین؟ بله به خاطر پشتیبانی فلسطین در اینجا آمدیم به خاطر کمک به همی آمدیم. بله. بسیار خوب. چی وقت خبر شد که تو یک تجمع برگزار میشه در تپه وزیر اکبر خان با چی تو که اشتراک کردین؟ از نشرات پلی تکنیک ما از واتساپ خبر شد که صبح قرار است بعد از نماز جمعه یک مظاهره در برابر ظلم های اسرائیل در فلسطین که انجام داده انجام شود باز از او جا آمدیم. خب چی انگیزه به وجود آمد؟ یکی خب ما شما کلم الحمدلله مسلمان هستیم، یکی خب وجیبه ایمانی و وجدانی ماست که از مردم مسلمان از برادرها و خواهرای مسلمان خود دفاع بکنیم و دیگه این مسئله ای که الله اکبر الله اکبر الله اکبر و مسئله دیگه که خودت این طرف کشان چی بوده؟ مسئله مهمه که ما به اینجا آمدیم او حس ورورولی ده ورورولی حس و چه مگه فلسطین مسلمان ها سلاره و چه مسلمان ها پر نره که طول یو لاست یا حس کلا حس کم سرحد یا پوله نشکوله چه مسلمان سر بیل کرده که الله جلو کم قرآن کریم که هم رو پرمایلی دیشه طول مؤمنان سر ورون ندی نمو که اقا مسلمان کرده فلسطین ویدی بلکم عربی هیواد نویدی بلکم هیواد وی طول لغا پر طول نره که یو دی او دقوی وروران دی یو دی بل سر. چند دفعه قبل هم قسم تجمعات برگزار شده بود در نقاط مختلف شهر کابل اشتراک کردید؟ او څو زل دام تقریبا دویم دریم زل دی تیر زل دلته هم دیو زل دغه مظاهره تر سره شوه او په نور زاینو کې تر سره شوه موږ غلی وو او تر څومره پورې چې ان شاء الله د موږ غږ نه وي رسیدلای موږ ان شاء الله ادامه ورکوو. هر کسی که ظلم میکنه سر مسلمانان خصوصا به طبقه اکثریت مسلمانای ما خصوصا ما د افغانستان که هستیم در هیچ جای دنیا کفار مسلمانان را آرام نمیمانند و همین خوب است که
تمام مسلمان همی قسمی که امروز ما جوانا همگی جمع شدن و به حمایت برادران و خواهران و مسلمان خود تمام جهان این همی قسم جمع شوند، جمع شوند و از ملت خود، از مردم خود، از اسلام، از دین، از ناموس خود دفاع بکنند. او مسلمانان که اگر نړۍ به هر ځای کې باید نور خیر کړي، نظامی مرسته دوی لواس نه کیږي، و اگر دومره قوت ان شاء الله الله تعالی به مؤمنانو ته ورکوي، خو نور باید رسنۍ له لارې او د همدا ډول مظاهرو له لارې باید مسلمانانو سره مرسته وکړي، که څه هم ان شاء الله دا به یو څه تاثیرګزار وي. ان شاء الله تشکر از شما. کوم پیغام گفتنی داشته باشین مهربانی؟ او د نړۍ ټول مسلمانانو څخه مغوښتنه ده چې د فلسطین د مظلوم ولس په د ملاتړ په پار دوی کارغه به هر ډول مرسته وي، که نظامی مرسته وي او که دوی د رسنۍ له لارې او د مظاهرو له لارې وي، دوی د هیڅ ډول کوم کوشش څخه دریغ ونه کړي. کوم پیغام فلسطین داشته باشین؟ کوم پیغام شلري؟ پیغام دا ده چې پرتلونکي د اسلامي هیوادونو څخه مده غوښتنه ده چې د فلسطین تر څنګ ودرېږي، تر څو اسرائیل بیرته د فلسطین مظلوم ملت تر څنګ وغشي، اسرائیل تر څو بیرته د بیت المقدس څخه بیرته پشه شي. خودت کدام پیام گفتنی داشته باشی؟ زما پیام د ټول اسلامي هیوادونو باندې ده چې ټول اسلامي هیوادونه د حق لري، دا یو مسلمان دی بل مسلمان ورور دی، هر مسلمان حق لري او هر مسلمان هیواد یو بل څنګه ودرېږي. اوس هم هغه هیوادونه چې مسلمانان دي لکه اندونیزیا او پاکستان او ایران، دغه ځایونه باید فلسطین څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. او بعد ما خوښنه په دې کې موږ یو دغه خبره کوم چې دوی ټول د امریکا تر فشار لاندې دي او هیڅ ډول کوم خپل غنه غبرګونه نه ویل مقابل فلسطین مقابل کې. او ټول یو الحمدلله چې موږ اوس مهال د افغانستان کې چې اسلامي امارات لرو، د دورې تر حکمېدو وروسته الحمدلله ټول مسلمانان هیوادونه تر څنګ ولاړ یو، او الحمدلله د فلسطین د ازادۍ په مقابل کې څومره په واسه کې وي خپل مرسته وکړو ان شاء الله. خودت کوم پیغام داشته باشی؟ کیمره د خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما غوښتنه د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکارۍ سازمان څخه او د نړۍ د عربي هیوادونو او د نړۍ د ټولو مشرانو څخه همداده چې د فلسطین د مظلومو مسلمانانو وړاندې چې کوم ظلم روان دی، د هغو باید مخنیوي لپاره هڅه وکړو. تشکر. زنده باشین. تو کدوم نامش چی استودی؟ انفو فن. بله. هموطنای عزیز بیاین، ما و شما نام خدا بیرق هم خیلی زیاد است، بیرق های فلسطین و از بعضی کسایی که یک دخل لالا جان عکس کی را گرفتی؟ بیاین جستو چی در پولیم؟ بیا نه؟ بیا سو چو؟ بیا که در تصویر را نشان بکن، بیا بیا خیلی عکس تا بگی، بیا عکس تا بگی، بیا بیا. یکی از اطفال الله اکبر زنده باد، یکی از اطفال نازنین است که فکر میکنم در غزه امیر قسم حال روز شد، در جنگ ها و حملات و وحشیانه اسرائیل به یک وضعیت رسیده. دیگه بزرگان امارت اسلامی و همچنان تجمع مردمی که گفتم همگی جمع شدند، بعضی صحبت های خود می داشته باشند در رابطه به ظلم اسرائیل و امریکا، و همه مردم و جوانان را تشویق میکنند که بیاین همگی حمایت بکنه از مردم مسکین و غریب و وضعیت بده که مردم فلسطین دارند، حمایت بکنن. شما را دعوت میکنیم یک چند تکی تصویر بیننده باشین، انشالله که همراه مسئولین همچنان صحبت ها را میداشته باشیم که چقدر نتیجه بخش بوده. میتونم چونین تجمعات را که اینا برگزار میکردن، چون این بار اول و دوم نیستی، چندین بار است که برگزار میشه. بیننده گزارش ما باشین. خب هموطنان عزیز، فعلا قسمی که بزرگان هدایت دادن بیرق اسرائیل را به آتش میکشن و شما بیننده گزارش ما باشین.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندگان محترم خدا کنه که طاعت و عبادت و قدم های ملت شریف افغانستان که بخاطر دفاع حریم بیت المقدس تشریف فرما شدن در اینجا قبول درگاه خود داشته باشه خداوند. و پیام ما به برادران فلسطین مهمی است که انشاءالله اونا خود تنهای احساس نکنن. برادران افغانستان، مجاهدین افغانستانشون با تمام معنا انشاءالله دعاگویشان هم هستن و حتی آماده هستن در کنار اوها صف بگیرن در جهاد و مبارزه. و پیام پروردگار همی است که بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. انشاءالله همیشه حق در مقابل باطل پیروز است. با امید پیروزی مردم مجاهدین فلسطین فعلا بیرق اسرائیل به آتش کشید. بله فعلا مردم افغانستان، مجاهدین افغانستان، مسلمانان دین دوست افغانستان که عشق و محبت و دلچسپی با برادران فلسطینشان داشتن به خاطر اعلان حمایت از حریم فلسطین، به خاطر اعلان حمایت از شهدای فلسطین بیرق کثیف اسرائیل با دادن شعار الله اکبر. بخیر باشید. تشکر. بخیر باشید. دولا شعار بده چند تا قاری سر همین اون قسمت است. یک سلام و کلام هم داشته باش، یک سلام به تبرشان. نام چی است؟ ابوبکر. ابوبکر؟ ابوبکر جان چطور که اینجا اشتراک کردی آمدی؟ به خاطر حمایت فلسطین، فلسطین دو پر دل ترغلی و اگو حمایت باندی؟ وا سه پیام لری اگه ظالمانو چی فلسطین دو پر دیر ظلم باشد کوی اوز دا پیام لری چی مرست ارز رو کو او ورسو او فلسطین ازاد کو. تاسو حاضر کی چی ورسی اغلطا؟ وا سو کلن یه؟ دوالس کلن. دوالس کلن یه؟ وا دوالس کلن. بینین هم بطنای عزیز دوازده ساله مگرم غیرت و همتش از یک به اندازه یک مرد 30 ساله، یک پسر جوان. خب خداوند تمام از اینا را توفیق بده. امید هر فامیل هستن، امید کشور ما هستن. افتخار میکنیم و میبالیم به همچی جوانایی که ما در وطن فلحال داریم. خب دیگر رسانه همچنان هستن، اگر مشکل نبود ما میخواییم که امرایشان هم صحبت ها را داشته باشم. و این قسمت هم شما میبینین که بیرق امریکان هم فکر میکنم که در دادن سوختندن و همچنان بعضی عکس هایی بوده. این نمیفهم که عکس های چی بوده. خب عکس نخست وزیر اسرائیل از فکر میکنم کی را سوختندن و شعارهایی را که شما در تصویر میبینین که مرگ به اسرائیل گفته و غزه همچنان در خون هست و همیشه در مدت چند وقت میشه که جنگ ها جریان داره در فلسطین. بسیار وضعیتشان خراب بوده و اینجا بعضی جوان های دیگر هم همچنان هستن و میخوان با اون قسمت برم همراه از نام صحبت ها را داشته باشم. شما میشه که یک دست ما ایمان داریم، ما خدای پاک را داریم، خدای پاک همیشه بندگان را حمایت میکنه. هجاریون گوش کنید، ما مسلمان هستیم، ما مردمی هستیم که آزادی میخواییم. پس لطفا فلسطین، بر فلسطین کمک کنید تا از این فاز براید و تمام ما بخاطر فلسطین اینجا جمع شدیم. ایمالله
چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شبی سوزد شبی دیگر نمی سوزد. نعره تکبیر، نعره